وزارت بهداشت افغانستان در ای اعلام کرد شمار قربانیان حمله تروریستی به ساختمانی دولتی در کابل به 43 نفر رسید بعد از ظهر دوشنبه مهاجمان مسلح به ساختمان سازمان فواید عامه، شهدا و معلولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان حمله کردند که در این حمله دستکم جان 25 شهروند از جمله یک زن و یک نیروی پلیس را گرفتند نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در حساب توییتر خود نوشته در حمله تروریستی روز دوشنبه در کابل 350 تن توسط نیروهای امنیتی نجات داده شدند 25 تن شهید و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند افراد مسلح ناشناس با حجوم به ساختمان اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورسه شهدا گروه زیادی از کارمندان و مراجعان را به گروگان گرفته بودند که ها نخست یک خودروی بمبگذاری شده را در نزدیکی وزارت فواید عامه افغانستان منفجر کردند و سپس تیراندازی را آغاز نمودند دقایقی پس از انفجار نخست دو انفجار دیگر نیز در منطقه رخ داد و مهاجمان مسلح با استفاده از فرصت وارد ساختمان دولتی شدند بر اساس برخی گزارش ها شمار مهاجمان مسلح دست کم سه تن بودند کابل در یک ماه اخیر شاهد چندین حمله انتحاری بود هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را که حدود 8 ساعت طول کشید بر عهده نگرفته است.